هستن این که ما بتونیم اون جمع‌آوری شواهد و نتایج رو تحلیل کنیم و به نتیجه برسیم که حالا همون سفر یادگیری یا تدریس ما از کجا باشه. ببینید دوستان، سنجشی که درش تحلیل نباشه، گفتیم جلسات قبل، فقط جمع‌آوری شواهد باشه، یعنی ما نمرات دانش آموزان رو جمع کنیم بدون اینکه آنالیز روش انجام بدیم، بدون اینکه تحلیل روش انجام بدیم، این واقعا سنجشه نمیتونه کارایی بر ما داشته باشه. خب ما راجع به یه بار دیگه برگردم، راجع به اهداف و مقاصد یادگیری صحبت کردیم. ببینید دوستان، شاید وقتی که یه برگه کلن دارم میگم، حالا سنجش تراکمی که برمیگرده به، ببینید یه تفاوتی بین سنجش تکوینی و تراکمی وجود داره. تکوینی همون ببخشید سنجش های مرحله به مرحله هست که ما گام به گام انجام میدیم تا این که اون هدف کلی محقق بشه. یعنی چی؟ یعنی همون، ببینید حالا با یه لحن دیگه بخوایم بگیم، اگر ما یه هدف کلی رو که قبلا تو طرح درسامون می نوشتیم، الان هم همونه، اگر یه هدف کلی رو برای رسیدن به یه هدف کلی در هر درسی، در هر جلسه آموزشی، ما باید اون هدف کلی رو بشکنیم به اهداف جزئی تر. حالا برای رسیدن به اهداف جزئی تر، ما باید برای که مطمئن بشیم این هدف اولی بهش رسیدیم، الان هدف دومی، هدف سومی، همینطور ما میتونیم سنجش داشته باشیم و به نتیجه برسیم که مثلا حالا هدف اولی انجام شد، بریم هدف دومی و با این با سنجشه، یعنی ای که میگن سنجش و آموزش توأمه با همه، به خاطر همین، به خاطر این که ما یعنی بعد از اینکه هدف کلیمون مشخص شد، اهداف جزئی که مشخص کردیم، این اهداف جزئی براشون تک به تک سنجش انجام میدیم و سنجش تکوینی و مرحله‌ای گفته میشه. حالا این سنجش تکوینی و مرحله‌ای جهت اصلاح فرایند آموزش و یادگیریه، یعنی با اون تحلیل هایی که روی سنجش های مرحله یا تکوینی انجام میدیم، ما میتونیم پروسه آموزش خودمون رو ببریم جلو. حالا اون سنجش تراکمی، معمولا اگر در پایان درس یه دبیر بخواد در مورد اهدافی که بیان کردی، حالا 4 تا هدف بوده، 3 تا هدف بوده، بخواد مثلا میگم در قالب کویز بهش میگیم، حالا یه 3 تا سوال، 3 تا سنجش داشته باشه و به بچه بگه که حالا که درس تموم شد به این 3 تا سوال پاسخ بدید، یا بعد چند جلسه یه بخش تموم شد بیاد این سنجش رو انجام بده، یا نه ما میگیم مثلا میگم پایان ترم بیاد این سنجش رو انجام بده، تحت عنوان تراکمی میشه. ولی علی‌ای‌حال میخواستم اینو بگم، اگر که یه برگه پایان ترم در رشته خودتون بیاری و به اون فردی که طراحی این سنجش رو انجام داده، چه میخواد تکوینی باشه چه تراکمی باشه، بهش بگید هدف از این سوال چی بوده. یعنی ما میخواییم ببینیم این دوست ما، این همکار محترم ما که الان اومده این تکلیف رو، این ببخشید سنجش رو طراحی کرده، هدفش چی بوده از این طراحی. حالا اگر اون هدفی که در کتاب راهنمای معلم براش در نظر گرفته شده پوشش داد، ما متوجه میشیم که این سنجش، یعنی
همگام با اون هدفه. ولی وقتی که در کل نگاه میکنیم ما متوجه میشیم که مثلا حتی برگه های خودمون ممکنه سوال مطرح شده ولی هدف رو پوشش نمیده. و چقدر خوبه ما اول اهداف رو بشناسیم. ببینید اولین گام در هر سنجشی تعیین اهداف و مقاصد اون درسه. چیزی که واقعا تأکیدی و ارزشی در یه سنجش در هر درسی، هر رشته‌ای، هر پایه‌ای همین اهداف و مقاصده و به دنبال اون. این حالا در اهداف که وقتی ما مشخص میکنیم، حالا ما با ما در حال یادگیری مثلا فلان 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 مطالب هستیم که هر کدوم از این اهداف میتونن یک یا چندین سنجش ما براشون طراحی کنیم بنا به اون حیطه‌های شناختی. یعنی یه وقت من برای یک هدف میخوام دو تا تکلیف طراحی کنم، دو تا سوال مطرح کنم، دو تا سنجش داشته باشم. یکیش بُعد دانش باشه، یکیش استدلال باشه، یکیش استدلال باشه یا یکی دیگه‌اش مهارت باشه. یکیش مهارتی باشه، یکیش عملکردی باشه. بنابراین ما اینجوریه که برای خودمون مشخص میکنیم. و چقدر جالبه این اهداف بارها و بارها در کلاس گفته بشه. بچه ها ما در حال یادگیری چی هستیم؟ یعنی بگیم به بچه ها الان من میگم چی هستیم، منظور من این چی هستیم، این نقطه چینیه که من و شماها باید در اول هر کلاس اینو پر کنیم. حالا اگر که این اهداف روشن بشه، هم ما در مراحل بعد میتونیم سوالات برای خودمون شفافتر میشه، چه سوالاتی چه سنجش‌هایی از بچه ها داشته باشیم. همین که در معیارهای موفقیت، این معیارهای موفقیت چیه؟ این از زبان دانش آموزه میگه که در پایان این کلاس من میتونم فلان چیز رو مثلا میگم، فلان موضوع رو فهمیدم یا فلان مسئله رو حل کنم یا فلان آزمایش رو انجام بدم. ای چون از زبان دانش آموزه میگه من با من میتوانم شروع میشه. پس ببینید هم ما باید بگیم میخوایم چی بگیم، هدفمون چیه، و هم دانش آموز باید بگه من میخوام به چی دسترسی پیدا کنم. بنابراین بسیار بسیار این دوتا مهم هست که ما وقت روش بذاریم. و من فکر میکنم که تا نریم به رانمای معلم دقت نکنیم و اهداف رو مرور نکنیم، شاید حتی من گفتم جلسات قبلی هدف مؤلفین در نظر نگرفته باشم، ولی در چارچوب کتاب ما بتونیم تولید هدف هم داشته باشیم. بنابراین هرچی که ما برگردیم به رانمای معلم، حالا یه روز قبل یا مثلا یه شب قبل، و ببینیم هدف از این درس چیه، ما حتما موفق تریم در طراحی سنجش‌های بهتری. خیلی خوب، اینا برای کارهای عملی گفتم خدمت دوستان. ببینید در اینجا مطرح شده که مثلا دانش، نگرش و مهارتی که میخواییم بسنجیم چیه. ببینید دوستان، حالا بعضی ها میگن که مثلا در هر سنجشی باید یکی از اینا سنجیده بشه. یعنی سوال ما دانش رو بسنجه، سوال ما نگرش بچه رو بسنجه، سوال ما مهارت رو بسنجه. ولی ما گفتیم سوالی خوبه و ارزشمنده این که همه اینها رو تقریبا توش داشته باشه. ببینیم وقتی بُعد نگرش مطرح میشه،
در بُعد نگرش ما مشارکت دانش آموز رو در نظر میگیریم. ما پیگیری دانش آموز و استمرار فعالیت دانش آموز رو داریم دنبال میکنیم. ببینید مثلا میگم یه سنجش نوشتاری که مطرح میشه، ما در این سنجش نوشتاری میخوایم ببینیم اون چیزی که دانش آموز نوشته واقعا درش نهادینه شده. ببینید پس بُعد سنجش بسیار بُعد مهمیه که ما باید در سنجش هامون در نظر بگیریم و به تمام مواردی که برمیگرده به مشارکت دانش آموز، به حالا علاقمندی دانش آموز، انگیزه دانش آموز، ما باید نگرش دانش آموز رو در مورد اون درس ارزیابی کنیم و در نهایت این که ما برای این سنجش تکنیک ها و ابزارهایی داریم که در ادامه میخواستیم این تکنیک ها و ابزارها رو مورد بررسی بیشتر در این جلسه قرار بدیم. ببینید دوستان، در اینجا تعیین تکلیف وضعیت دانش ها، نگرش ها و مهارت ها. از خود بپرسید دانش آموزان شما متناسب با این مقصد یادگیری و این معیار موفقیت این درس که در همون گام اولیه مشخص کردیم، چه مفاهیم دانش و نگرش و مهارت باید داشته باشن. و ما مطرح کردیم بعضی از اهداف یادگیری ما ممکنه فقط دانشی باشن، یعنی اون پایه بخواد اطلاعات دانشی به بچه ها بده، ولی ما در یه مطلب میبینیم که این پایه این دانش در سالهای قبل گذاشته شده و الان در ادامش هستیم و باید مهارت و عمل کرده بچه ها رو مورد سنجش قرار بدیم. بعد اینجا از خود بپرسید دانش آموز شما در مورد مفاهیم درس جدید چه میزان اطلاعات داره. ببینید این خود اظهاری دانش آموز خیلی مهمه. ما تحت عنوان خودسنجی، خود اظهاری، اگر دانش آموز بتونه صحبت کنه که در مورد این موضوع چی میدونه، این خودش خیلی مهمه. یا ما در کنار این، در کنار این نظرسنجی از دانش آموزم که بهش گفته میشه، در کنار این خود اظهاری یا خودسنجی، ما میتونیم همسال سنجی رو داشته باشیم. ببینید وقتی که دانش آموز از یک دانش آموز دیگه، از همسالان خودش میپرسه، این باعث میشه که به لایه‌های عمیق‌تری از اون موضوع پی ببره، چه در سوال کردن خودش و چه در بازخورد همسال به خودش. یعنی وقتی که دانش آموز همسال جواب میده، این باعث میشه که یادگیریش عمیق‌تر باشه. بعد در اینجا در طراحی سنجش آغازین سعی کنید تا با بهره‌گیری از ابزارها و تکنیک‌های گوناگون. ببینید دوستان، با یه دونه سوال من متوجه نمیشم که دانش آموزان من در این سفر یادگیری کجا قرار گرفتن و تصمیمات بعدی من شروع کنم یا
مثلا نه بچه ها آمادگی شروع ندارن، من باید برگردم پیش نیازها رو بگم، یا اصلا نه من باید مطالب پایه قبل رو به خاطر حالا ای که بچه ها اکثریت به هم جواب نمیدن اونو شروع کنم. بنابراین اینجا اشاره میکنه فقط از یه ابزار یا یه تکنیک استفاده نکنیم، هرچی که ابزارها و تکنیک های بیشتری، هرچی که جمع‌آوری شواهد بیشتری ما داشته باشیم، بیشتر میتونیم تحلیل انجام بدیم و بعد نتیجه گیری بهتری میتونیم رو این موضوع داشته باشیم و بعد ما میتونیم مشخص کنیم بچه ها به چه میزان اون دانش یا نگرش و مهارت مورد نظر رو دارن و تکلیف ما چیه. به طراحی فعالیت سنجشی بپردازید که دانش آموز با پاسخ دادن به اون بتونه به شما نشون بده که در مورد مفاهیم پیش نیاز مرتبط با درس پیش رو چه میدونه، چه جوری فکر میکنه و یا چه میخواد انجام بده. پس ما فعالیت سنجشی که مطرح میکنیم به ما میخواد بگه که در سنجش آغازین اگر مفاهیم یعنی پیش نیازش در پایه های قبلی بوده، دانش آموز راجع به اون پیش نیازها چی میدونه و چه جوری فکر میکنه. و ببینید این چی میدونه بود دانشیه، چگونه فکر میکنه، نگرش و یا چی میتونه انجام بده، این مهارتی رو عمل کردی. پس تمام اهداف رو اینجا در قالب جملاتی برامون نوشتن. به طراحی فعالیت‌های سنجش بپردازید که دانش آموز با پاسخ دادن به آنها بتونه به شما بگه که مفاهیم مرتبط با درس پیش رو رو حالا ممکنه مفاهیم پیش نیازش در سال قبل نباشه. ببینید دوستان، یه وقت ما میگیم که اگر حتی مطالب به سال قبل بر نگرده آیا ما باید بازم سنجش آغازین داشته باشیم؟ بله، مطلبم حتی اگر جدید باشه، ما برای ورود به مطلب جدید ما سوالی مطرح میکنیم، چه دانشی چه مهارتی، ببینیم شاید بعضی از دانش آموزان رو این موضوع حالا به علاقه مندیشون برمیگرده، یا یه وقت میبینید در یک کلاس 20-25 نفر 30 نفری حتی اگر مطلب کاملا جدید باشه اونها بنابه علاقه مندی میتونن راجع به این مطلب صحبت کنن. همین صحبت و توضیح همسالان میتونه خیلی در پیشبرد اهداف درس به ما کمک کنه. ببینید دوستان، در کاربرد ابزارهای سنجش آغازی، این ابزارهایی که اشاره میکنه، ببینید منابع کاملا جدید هست که این حالا منم هر بار میگم با تلاش و همت مسئول دبیرخانه دکتر نادعلی و حالا تیم همراهشون که خانم دکتر ذکرتی این اسلاید رو کمک کردن و آماده کردن. ببینید چقدر جالبه، میگه که ابزارهای سنجش آغازین، ابزار یعنی همون سوالات سنجشی هست که ما داریم طراحی میکنیم، میگه خوبه سوالات عمل کردی باشه، سوالات چند گزینه‌ای صحیح غلط جور کردنی کامل کردنی کوتاه پاسخ، یعنی همون مثلا چند گزینه‌ای یا گفتیم جلسات قبل پاسخ گزین هستن و صحیح و غلط پاسخ گزین هست، ما انتخاب میکنیم این موضوع درسته یا غلطه، ولی جور کردنی هم همین پاسخ گزین هست، چون ما گذاشتیم پاسخ جلو بچه
هر جا بچه پاسخ رو ببینه و انتخابش کنه میشه پاسخ گزین. هر جا مبادرت به تولید جواب کنه، یعنی پاسخ رو بسازه، بهش میگیم پاسخ ساز، که توی کامل کردنی ها باید خودش کامل کنه، خودش بنویسه کوتاه پاسخ و یا دیگه در ادامه انشائی ها. و همچنین اگر ما بتونیم سوالی مطرح کنیم که در قالب کنفرانس باشه، گفتگو باشه و الی آخر. ببینید این مثلث سه‌سویه رو که اینجا توضیح داده شده، پس هرچه که سنجش آغازین ما این سوالات رو در بر بگیره، ما میتونیم جمع‌آوری شواهد ما بهتر و در نهایت تصمیم گیری برای شروع درسمون بهتر داشته باشیم. حالا اینجا تکنیک های قابل استفاده در سنجش آغازین که حالا ما روی بعضیاش در جلسات قبل صحبت کردیم. این همین، ببینیم مورد مثلا اول نظرسنجیه، یعنی یه سوالی به بچه ها بدیم و یه چند لحظه‌ای به اونها اجازه بدیم و نهایتی که بگیم نظرتون رو پیرامون این سوال بگید. همین که دوستان بچه ها نظرشون رو بیان میکنن، این نظام یافته میشه، این سازمان یافته تر میشه، دانش آموز خودش رو جمع‌تر میکنه تو این مسئله. پس ببینید همیشه این مطالب، این نظرسنجی یه تکنیکی میتونه باشه که در سنجش آغازین واقعا جواب میده. پس ما یه سوالی رو مطرح میکنیم و بعد به دانش آموزان یه فرصتی میدیم و میگیم حالا راجع به این سوال، حتی ممکنه جوابهایی که ما میخوایم راجع به این سوال بگیریم ممکنه شفاهی باشه یا ممکنه که حالا در چت آبشاری اشاره بهش شده، ممکنه بگیم که مثلا میگم نظراتتون رو نگه دارید، بعد از تایم همه یه آن برا من نظر رو بفرستن. بعد در مورد حالا تکنیک هایی که بیشتر روش بس داریم، این پرسشگریه. ببینید هرچی که ما بتونیم توان پرسش های جهتداری که دانش آموز رو به اون هدف برسونه داشته باشیم، این فرایند پرسش و پاسخ میتونه ما رو به اون مقصد برسونه. در مورد چارگوشه کلاس که گفتیم یه سوال مطرح میکنیم و چهار تا نظر یا چهار گزینه پیرامونش، بعد گوشه کلاس ها رو مشخص میکنیم، میگیم اینها این که این عقیده دارن، مثلا به گوشه این گوشه، گوشه ایه، این گوشه بیه، سیه، دیه، یا اونایی که مثلا میگم حالا نظر کاملا موافق داره این گوشه وایسن و موافقن اینجا، نظری ندارن و مخالفن. بالاخره گوشه کلاس رو مشخص میکنیم و بچه ها با ضمن بررسی نظرشون یه گوشه از کلاس رو انتخاب میکنن، میرن اونجا و با همگروهی های خودشون، اون افرادی که تو اون گوشه وایسادن، بحث میکنن. بعد وارد بحث گروهی میشیم که این چهار تا گوشه با هم مقایسه میشه. فکر کن با بغل دستی گفتگو کن و با هم به اشتراک بذارید. ببینید این فکر کن با بغل دستی گفتگو کن، این مشارکت دانش آموز در یه بحث گروهی نشون میده. فقط با بغل دستیش، ببینید
نه ای که مثلا میگم حالا با یه گروه صحبت کنه، این با این چهار گوشه کلاس متفاوته، فقط و فقط با بغل دستی صحبت میکنه، مشورت میکنه و بعد نظرشونو بلند میگن. مشت تا پنج انگشت همین مقیاس، حالا میتونیم بگیم لیکرد بود که گفتیم مثلا میگم یه سوالی مطرح میکنیم و به این صورت که یه انگشت نماد چیه، دو انگشت نماد چیه، سه انگشت، چهار انگشت و پنج انگشت، به این صورت که مثلا کاملا موافقم نظری ندارم، مخالفم و کاملا مخالفم. این به این صورته که ببینید سوالی که مطرح میشه وقتی که دانش آموز انگشت بالا میگیره، ما سریع با یه نگاه به این انگشت ها میتونیم بفهمیم که اکثریت کلاس چه نظری رو دارن. بعد در مورد وایت بورد پاسو که یه سوال رو مثلا مطرح میکنیم و به این صورت که یه تایم میدیم به بچه ها و بعد میگیم پاسخ خودتون رو بگیرید بالا. ببینید در هر درس و در هر موضوع درسی میتونه اینها واقعا جوابگو باشه. مثلا جملات زایشی، ما به جای اینکه 5 تا کلمه به دانش آموز بدیم و بگیم که راجع به این 5 کلمه 5 تا جمله بساز، ما میتونیم به این صورت به دانش آموز سوال بدیم که مثلا یه جمله بساز که این کلمه مثلا تعداد کلماتش 7 تا باشه، 10 تا باشه، 8 تا باشه، هرچی که شما میدونید، و این کلمه خاص کلمه سوم باشه یا کلمه دوم باشه یا کلمه اول باشه. همین که شما مشخص میکنید کلمه اول باشه، نقش اون کلمه در اون جمله مهم میشه و این فرق میکنه با اینکه سوال به این صورت مطرح بشه که مثلا برای این کلمه یه جمله بسازید. بنابراین این جملات زایشی اشاره به اینه. حالا ما در ادامه این تکنیک ها ما تکنیک، حالا اگر اسلاید بعدی رو نگاه کنیم، ببینید یه تکلیف سنجش در رابطه با نگرش میخواد بگه که اینقدر ما میگیم دانش و نگرش و مهارت و عمل کرد و اینا منظور چیه. ما باید در اون سنجشی که مطرح میکنیم بتونیم مشارکت دانش آموز رو سوالاتی مطرح کنیم که نحوه مشارکت دانش آموز در اون سنجش مشخص کنه و سوالاتی مطرح کنیم که بتونیم تمرکز بچه رو بسنجیم، پایداری و استقامت. یه وقت میبینید یه بچه مثلا میگم برای فهمیدن یه موضوع واقعا میجنگه، این فرق میکنه با دانش آموزی که حالا متوجه شد شد نشد نشد و کنجکاوی بچه. پس ببینید سوالات، وقتی سوالات سنجشی خوبی مطرح میشن که ما این بود یعنی نگرش دانش آموز رو بهش توجه کنیم و این آیتم ها رو حتی المقدور بهش توجه کنیم. ببینید واقعا کاری کنیم که بچه ها سوالات به گونه ای طراحی کنیم که از اون یادگیری لذت ببرن و همچنین امتحان کردن بچه ها، تخیل دانش آموزان، خیال پردازیشون، روند پیشرفت و یادگیریشون، اینها در بعد سنجش مطرح میشه. یعنی چقدر خوبه اون تکلیفی که ما طراحی میکنیم، مثلا میگم مشارکت هم درش در نظر گرفته باشیم، یا مثلا میگم
کاری کرده باشیم، سوال به گونه ای طراحی شده باشه که جاذبه برای دانش آموز داشته باشه. و همطور که حالا در جلسات قبلم گفتیم، به این صورت که هرچه سوالات به گونه ای باشه که ربط موضوع با زندگی واقعی کنونی دانش آموز رو مشخص کنه، یه مشکلی رو حل کنه، دانش آموز از حل اون لذت میبره. خب تا اینجای کار ما اومدیم، اینم یه طراحی کار عملیه. خب ما این راجب اینم صحبت کردیم که ما باید اون سوالات سنجشی که مطرح میکنیم بعضن ابعادی از برداشت‌های نادرست احتمالی دانش آموز هم در اون سوالات طراحی شده باشه. یعنی یه وقت ما متوجه میشیم در این سوال یه کج‌فهمی یا بدفهمی وجود داره که ما با طراحی سوالاتی میتونیم به این پی ببریم و برداشت‌های نادرست احتمالی رو متوجه بشیم. حتی ببینید دوستان، ما همجور که تکنیک ها رو میگیم، حالا من میخوام ببینم اگر تو اسلایدهای بعد هست بهش میرسیم. آها، تکنیک مناسب انتخاب کنید. ببینید اینجا در رابطه با تشخیص و اصلاح برداشت‌های نادرست احتمالی، از خودمون بپرسیم دانش آموزانمون چه برداشت‌های نادرست احتمالی در رابطه با مفاهیم مرتبط این موضوعی که در پیش داریم، چه برداشت نادرستی ممکنه انجام بدیم و به تجربیات حاصل از تدریس خودمون رجوع کنیم. پیش از این دانش آموزان در این درس چه مواردی رو اشتباه متوجه می شدن؟ کدام موضوعات و موارد برای آنها ایجاد کج‌فهمی می کرده؟ حالا با ابزار سنجش، ابزار سنجش همون حالا نحوه سوالاتی که ما مطرح کردیم، این که میتونه عمل کردی باشه، میتونه دانشی باشه، میتونه مهارتی باشه، اون مثلث بود، اون داشت ابزارهای سنجش رو میگفت، تکنیک مناسب پیش بگیریم تا به اون هدف و مقاصد برسیم و هم ما به اهداف برسیم، هم بچه ها به معیارهای موفقیتشون برسن. در اینجا میگه تکنیک های مناسب انتخاب کنید و نهایتاً ای که برداشت های نادرست احتمالی را میتوانید در قالب جملات خبری، سوالات درست غلط یا سوالات چند گزینه ای با گزینه های نزدیک به هم بیان کنید. یعنی ما اگر اون کج‌فهمی ها رو در قالب جملات چند گزینه ای نزدیک به هم مطرح کنیم، ببینیم آیا تشخیص درستی اینها میدن یا نه، همون کج‌فهمی وجود داره و ما باید اونها رو برطرف کنیم. ببینید میگه شما طراحی هایی باید داشته باشید برای تشخیص و اصلاح برداشت های نادرست احتمالی. در ادامه تصمیم گیری در مورد نحوه آغاز تدریس که آیا وضعیت رضایت بخش، من درس جدید رو شروع کنم، نیاز من به پشتیبانی بیشتر هست، که ارائه تکالیف طبقه بندی شده. ببینید این پیشنهاد داده که ما وقتی که میبینیم مثلا 70-30، یعنی 70% آمادگی دارن و 30% آمادگی ندارن، پس اینجا نیازمند به تلاش و پشتیبانی بیشتره که با این فعالیت هایی که اینجا گذاشته، تمرینات تکوینی یا مرحله‌ای، با تدریس همسال
اگر اونهایی که خوب خوب متوجه شدن از خودشون استفاده کنیم بیان و این تدریس رو انجام بدن و بازخوردهای جلو برنده رو داریم که ببینید بازخورد به دانش آموز به این صورته که وقتی که مثلا میگم در گفتگوهای یا این در تکنیک پرسشگری وقتی ما با سوال جواب بازخورد به دانش آموز میدیم هی اشکالش رفع میکنیم اون هی بازخورد جلو برنده هی اون مشکل برطرف میشه و میتونه پیشرفت داشته باشه و یا میتونیم کارگروه های کوچک انجام بدیم بگیم که مثلا میگم بیایم اینها رو تو گروه های کوچکتر تقسیم بندی کنیم تا در اون گروه های کوچکتر بتونن اشکالاتشون برطرف بشه و نهایت وضعیت به وضعیت رضایت بخش برسه. ببینید اینجا که غیر قابل قبوله میگه شاید تهش اینه که مثلا من تدریس مجدد رو داشته باشم اگر با بازیابی یا طراحی تکالیف ترمیمی یا کار در گروه های کوچک به نتیجه رسیدم اومدم به نیازمند به پشتیبانی بیشتر از اینجا حرکت کردم اومدم اینجا دیگه اینجا میتونم درس جدید رو شروع کنم. بعد اینجا اشاره به اینه که وقتی بس غیر قابل قبول 70-30 از اون بره یعنی 70% بچه های ما واقعا مشکل دارن توقف کنید مبانی و مباحث ابتدایی مورد نیاز جهت تدریس رو مشخص کنیم بگیم همونجا ببینید این تصمیم گیری در لحظه است از چه ابزار و تکنیکی میتونیم بهره بگیریم تا این نقص برطرف بشه و فعالیت آموزشی یا سنجشی که ما میتونیم بچه ها رو آماده کنیم چیه اگر نیازمند به پشتیبانی بیشتره بازم کدام مطالب باید مرور بشه، بازبینی بشه، تمرین بشه، باز تدریس بشه تا دانش آموز آمادگی لازم رو پیدا کنه و نهایتا از چه ابزار و تکنیکی ببینید دوستان یعنی در هر کدام از این فاز 3 یا فاز 2 که ما باشیم باید به دنبال ابزار و تکنیک مناسب با همون قسمت بگردیم و این طراحی رو داشته باشیم که ما بتونیم به گام بعدی بریم و به وضعیت رضایت بخش برسیم. البته ببینید در ضمن این تکنیک هایی که اشاره بهشون شد یه بار دیگه من برگردم این تکنیک های بله این تکنیک های مناسبی که اینجا مطرح شد ما تکنیک های دیگه هم داریم تکنیک های مثلا یادداشت برداری ببینید وقتی که به دانش آموز میگیم این پاراگراف کتاب رو مثلا بخون و یادداشت برداری کن به این معنی که اون مثلا زیر ایده های جدید خط بکشه دور کلمات کلیدی دایره بکشه و مطالب رو از نظر خودش یعنی درکیات و فهم خودش رو با حاشیه نویسی یا نوت برداری یا تو فضای مجازی با کامنت گذاشتن به ما نشون بده ببینید یعنی ما حتی در کلاس میتونیم تکنیک های دیگه غیر از چیزهایی که اینجا هست مثلا میگم یا تحلیل خطا ببینید ما میتونیم یک فعالیت سنجشی رو یه سوال اصلا یه برگه امتحانی رو به کل خودمون پاسخ بدیم خودمون پاسخشم بدیم ولی در پاسخ موارد و خطاهای جایگزین کنیم و از دانش آموزان بخوایم این خطاها رو اونا پیدا کنن و بگن این چه فکری باعث بروز این خطا شده
ببینید، یعنی ما هم سوال مطرح کنیم، هم سوال به بچه ها بدیم، هم پاسخ رو به بچه ها بدیم، ولی اشتباهاتی در اون جواب قرار بدیم و از بچه ها بخوایم که این اشتباهات رو پیدا کنن. پس این تکنیک ها، علاوه بر این تکنیک ها، تکنیک هایی وجود داره که مثل همین تکنیک تحلیل خطا یا یه تکنیک دیگه به نام سرنخ‌های غیر کلامی یا زبان بدن. ما میدونیم که ببینید، یعنی تکنیک‌های غیر کلامی یا زبان بدن بعضاً همه ما داریم استفاده می‌کنیم. همی که مثلا میگم یه آن دست با دست اشاره به دانش آموز جهت تأیید می‌کنیم، حتی اگر نگیم آفرین خوب گفتی، همه بچه ها متوجه میشن که این حالا این جنبه مثلا اشاره ما، تأیید ما به معنای این بود که شما درست گفتی. بعضی وقتا با فراز و فرودهایی که به تون صدامون میدیم بچه ها میتونن متوجه بشن که بله، مثلا میگم اینجا مهمه یا اینجا باید دقت کنن. اصلا حالا به روایتی میگن 700 هزار علامت و نشانه وجود داره که به زبان بدن معروفه و ما با نگاه کردن، با دست، ایما، اشاره و غیره میتونیم با بچه ها صحبت داشته باشیم. پس تکنیک های سرنخ‌های غیر کلامی یا زبان بدن اشاره به اینه. بعد یه تکنیک دیگه داریم که این تکنیک بازگویی بهش میگن. یعنی علاوه بر همه این تکنیک هایی که ما اینجا میبینیم، بعضا ما میگیم که مثلا میگم آیا همین 8 تکنیکه؟ نه، تحلیل خطا مثلا اینجا حالا نیومده که میتونه بسیار کاربردی باشه، زبان بدن. و یا یه تکنیک دیگه شاید دوستان ببینن، تکنیک بازگوییه. ببینید وقتی به دانش آموز میگیم حالا شما مطالب رو دوباره برای ما بگو، این یا میاد دقیقا خلاصه همون چیزی که ما بهش گفتیم میگه، و یا میاد قضاوت شخصی خودشم باهاش توأم میکنه. این ما متوجه درجه درک اون میشیم. پس ببینید، اینم میتونه یه تکنیک باشه که ازش استفاده کنیم. ببینید، یا تکنیک صفای داوری، بازم من اشاره میکنم اگر که حالا راهبران سنجش، من در بین شماها میبینم دوستانی که دارن زحمت سنجش و راهبری رو در مناطق میکشن، اگر یه وقت تمایل داشتید که این کتاب نتونستید گیر بیارید، یه اطلاعی بدید راهبران عزیز اگر برای مناطقتون میخواید، تا ما از همون انتشاراتی که برای راهبران تهیه کردیم مکاتبه داشته باشیم و براتون بیارن. در این کتاب باور کنید خیلی خیلی جالب این تکنیک ها رو توضیح داده و واقعا من فکر میکنم به عنوان یک کتابی که میتونه در دسترس باشه و از خط به خطش بتونیم ایده بگیریم، استفاده کنیم، میتونه خوب باشه. ببینید، یه وقت یه تکنیک در این کتاب به نام صفای داوری ازش یاد کرده، به این صورت که یه متنی رو ما به دانش آموزان میدیم، اینا با توجه به میزان موافقت یا مخالفت خودشون راجب اون به صورت کتبی و یا شفاهی نظراتشون رو به ما بگن و ما با توجه به این
حالا بازگویی ها و یا نظراتی که اینا مطرح میکنن میتونیم عمق فکر و حالا برداشت اینها رو بسنجیم. تکنیک ها زیاده، یه تکنیک استدلالی وجود داره که فقط و فقط صرفا از بچه ها دلیل میخوان، یعنی حالا چه دلیل برای ردش، چه دلیل برای حالا چه موافقت چه مخالفت، با هر چی که یعنی یه سوال مطرح میکنیم تکنیک استدلال بهش میگن. اگر دانش آموز گفت موافقم حداقل باید چند تا دلیل بیاره، اگر گفت مخالفم هر چند این دلیل ها بیشتر و علمی تر باشه، ما متوجه میشیم که به عمق حالا فهم این دانش آموز بیشتر متوجه میشیم. من همیشه حالا قید این زمان که تعیین میشه و به اطلاع دوستان رسونده میشه خیلی مقیدم، به خاطری که خب شما حالا تو دوران بالاخره این مریضی باعث شده که جلسات بالاخره به خاطر صبح کلاس همکاران و وقتشون گیره، پیشنهاد ادارات و حالا مسئولین اینه بعد از ظهر ما میدونیم نباید وقت شما بگیریم، ولی که خیلی مقید به این تایمی هستم شروع و پایان، و امشبم به خاطر یه خورده کندی اینترنت و اینا ما نتونستیم در ابتدا در خدمتتون باشیم. خیلی من عذرخواهی میکنم از محضرتون، و اگر مهندس خانم مهندس ناصری‌خواه همراه همیشگی ما، حالا ظاهرا میبینم که هیچ که سوالی نداره مطرح کنه در اینجا، انشالله در هفته آینده طی یک بخشنامه میاد که هر کسی که علاقمند به این طراحی سنجش آغازین و شرکت در جشنواره هست حتما کار خودش رو تا چه تاریخی به دست منطقه برسونه و مناطق لطف کنن فعالیت‌های سنجشیشون رو بفرستن، تا انشاءالله چندین مرحله داوری داره، یکی سرگروه‌های محترم حالا مناطق داوری میکنن، یکی سرگروه‌های استانی داوری میکنن، که ما انشاءالله بتونیم کارهای خیلی خوب و پرباری در کشور داشته باشیم. خب کسی سوالی نداره؟ انشالله لینکم خانم مهندس در اختیار قرار میدن، حتما در اونجا کد حالا اطلاعاتتون یادداشت کنید. من وعده یک ضمن خدمتم دادم، پیگیرم هستم که انشالله اون افرادی که به طور ثابت در این جلسات شرکت میکنن ما بتونیم در خدمت ضمن خدمتشون هم باشیم. بعد دوستان توجه داشته باشید، رابران سنجش ما در مناطق پوسترهای وبینارهای کشوری که برگزار میشه انشاءالله، این همی تو حالا گروه رابران سنجش دبیرخانه عضو هستن، دبیرخانه کشور، همی انشاءالله مناطق حضور فعالتری در وبینارهای سنجشی کشور داشته باشن. ببینید دوستان، وقتی که یه وبینار کشوری
برگزار میشه خیلی بار علمیش شما همه شما اساتید بنده هستید و حالا ببخشید من درس پس میدم و اینجوری مزاحمتون میشم، ولی وقتی یه وبینار کشوری تعیین میشه ما به عرض راهبران سنجش میرسونیم، اونا در گروه هایی که شماها عضو هستید بهتون اطلاع رسانی میکنن، یه لطفی کنید شرکت کنید. این بعد در وهله حالا آخر ما مشخص میکنیم که تو کدوم وبینار از هر منطقه چه تعداد نیروهای علاقه‌مند بودن. انشاءالله که حالا هدف مشخص کردن این تعداد نیست، هدف اینه که انشاءالله با جمعیت حد اکثری با دانش سنجش جدید آشنا بشیم، چون میدونیم سنجش جدید روی کرده جدید به خود گرفته و تا تو این جلسات نباشیم انشاءالله یعنی هرچی باشیم بهتر. خب خیلی خوشحال شدم از دیدارتون. کسی سوال نداره دست بالا بگیره ما براش میکروفون فعال کنیم. اگرم تشکر میکنم از راهبران عزیزی که در این جلسه و بقیه همکاران ارزشمندمون در مناطق مختلف که با ما بودن، تشکر ویژه از خانم مهندس ناصری خواه که موجب واقعا وقت ایشون رو در گاه و بیگاه ما میگیریم و همچنین تیم همراهشون. تشکر میکنم. اگر صحبتی ندارید من خواهش میکنم خانم انباره که لطف داشتن به جلسه و به ماها نوشتن عالی بود. بعد بچه دوستان ببخشید من حالا لحظه بچه ها تو پابلیک چت خیلی خوشحال میشم آیا این مطالب بنویسید، این وقت یک ساعت و حالا 10 دقیقه که امشب مزاحمتون شدیم مطالب را بردیه، مطالب خوبه چجوره؟ اگر لطف کنید خانم آیین افروز که از اشتباه نکنم سعدآباد در خدمتشون هستیم نوشتن پاورها و اینها رو بفرستید، چشم حتما میفرستم. حالا اگر نظرتون رو مطالب بگید چون من پابلیک چت ها رو دارم نگاه میکنم، ای چت باکسه بسیار کاربردی هستن انشاءالله. حالا آقای خانم صالحی نوشتن ما دیر رسیدیم اما خوب بود، خدا رو شکر که انشاءالله عید بر همتون مبارک باشه، اوقات به کام در کمال آرامش و صحت و سلامت باشید، از این بیماری به دور باشید. شما رو انشاءالله تا هفته آینده دیدار ما دوستان دوشنبه تا دوشنبه ساعت 7 تا 8 شب. خیلی خوشحال میشیم که انشاءالله با حضور پررنگتون این بحث و ما رو همراهی بفرمایید. نوشتن چی؟ لطف کنید به شهرستان ها این مطالب رو ارسال کنید تا ما سرگروه ها بتونیم در اختیار همکاران قرار بدیم. چشم. ببینید دوستان شرمنده، راهبر سنجش اون منطقه این اسلاید ها براش میره و ایشون در گروه های متعدد داره به اشتراک میذاره، چون من دسترسی به شما مثلا الان همکار ارزشیمون حالا آقای یا خانم انبارکی چنین فرمودن من دسترسی به شما ندارم، ولی رابر سنجش منطقتون اگر بگید میگم کیه و انشالله این اسلایدا به موقع ایشون در اختیارتون میذارن. زنده باشید، خیلی خوشحال شدم، آخر هفته خوبی داشته باشید، تا دیداری بعد همه شما رو به خدای سبحان میفرستم. تشکر مجدد.